احمد الموسوی مدیر کل شرکت حمل و نقل عراق طی اظهاراتی از آماده سازی طرح جامعه زائران مخصوص زیارت ماه مبارک رجب خبر داد. به گفت بدین منظور وسایل حمل و نقل از شهرهای مختلف عراق به سمت شهر مقدس کاظمین به صورت رفت و برگشت مهیا شده است. الموسوی در ادامه افزود تا کنون برای آماده سازی این برنامه جامع چندین جلسه در ساختمان مرکزی وزارت حمل و نقل عراق برگزار شده و بر اساس آن تعدادی از وسایل نقلیه از ورودی های مختلف وارد شهر مقدس کربلا شده و زائرین را به حرمین امامین کاظمین علیهما السلام منتقل می کنند و پس از زیارت نیز زائران را به مبدا باز می گردانند. وزارت خارجه آمریکا به مناسبت روز آزادی مذهبی برندگان جوایز بین المللی آزادی مذهبی سال 2023 میلادی را اعلام کرد و آنها را به 7 نفر و یک گروه از کشورهای مختلف اهدا نمود. این وزارتخانه روز جمعه 29 دی ماه اعلام کرد که فرید احمد از نیوزلند، کولا آلاپینی از نیجریه، میرزا دینایی از عراق، پیتر جاکوب از پاکستان، مارتا پاتریشا مولینا از نیکاراگوئه، تالی ناتس از آفریقای جنوبی، لهادون تتونگ از تبت چین و گروهی از 9 روحانی ارتدوکس از لیتوانی برندگان امسال این جایزه هستند. گفتنی است این جوایز بخشی از برنامه‌های وزارت خارجه آمریکا است که به مناسبت تفسیر و توضیح قانون بین المللی آزادی مذهبی از سوی رئیس جمهور وقت آمریکا بیل کلینتون در 27 اکتبر 1998 همه ساله به افراد مختلف اهدا می شود. خبری از کشور آلمان، حدود 50,000 نفر در شهر هامبورگ آلمان در اعتراض به نجات پرستی و راست افراطی در این کشور تجمع کردند. معترضان با تجمع در بلوار یونگفرنشتینگ تظاهراتی را با مضمون هامبورگ به پا خواست علیه راستگرای افراطی و شبکه‌های نئونازی برگزار کردند. تظاهرات کنندگان بنرهایی با شعارهای ضد راست افراطی حمل کردند. آنها با سر دادن شعارهایی در انتقاد از نجات پرستی، بیگانه حراسی و راستگرای افراطی در آلمان به سیاستمداران حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان و مارتین سلنر راست افراطی اتریشی واکنش نشان دادند. به گفته سازمان دهندگان 80,000 نفر و به گفته پلیس بیش از 50,000 نفر در این تظاهرات شرکت کردند. بسیاری از سیاستمداران و رای دهندگان در آلمان نظر خود را در حمایت از ممنوعیت حزب آلترناتیو برای آلمان که به ضد خارجی و ضد مسلمانان معروف است ابراز می کنند. در ادامه روند انتقال مهاجرین افغانستانی به کانادا، اداره مهاجرات و شهروندی این کشور اعلام کرد که 319 شهروند افغانستان طی یک پرواز چارتر از پاکستان منتقل شدند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از خبرگزاری آوا، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا گفت این پناهجویان وارد شهر ونکوور شده اند و در 25 مکان در سراسر کانادا اسکان داده خواهند شد. دولت کانادا میگوید که به هدف خود برای پذیرش 40,000 پناهجو از شهروندان افغانستان دست یافته است. این افراد بیشتر از افرادی هستند که یا با نهادهای مرتبط با دولت کانادا کار کردند و یا از جمله فعالان حقوق بشرند که جانشان در افغانستان تحت کنترل طالبان در معرض خطر است. عطا پورشیرزاد مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس ایران در خصوص آخرین وضعیت خشکی تالاب‌های استان فارس هشدار داده و گفته است از 14 تالاب 6 تالاب در زمان حاضر به طور کامل خشک هستند
و 2 تالاب از 6 تالاب خشک شده، یعنی پریشان و کافتر، به گونه ای است که در شرایط موجود و با مدیریت های سرزمینی فعلی نمیتوان به احیا و حیات دوباره آنها امید داشت. وی ضمن انتقاد از عملکرد ناکارآمد وزارت نیرو به عنوان متولی مدیریت منابع آب تاکید کرده، با همه مکاتبات و پیگیری هایی که در سالهای اخیر صورت گرفته، وزارت نیرو به قانون پایبند نبوده و از وظیفه ذاتی خود سهوی یا عمدی چشم پوشی کرده و نیاز آبی طالبها را تأمین نکرده است. بینندگان عزیز، خبرها را با یک خبر علمی ادامه می دهیم. یک پیل سوختی جدید انرژی را از میکروب‌های ساکن در خاک به حسگرهای تولید نیرو می رساند و انرژی تقریبا نامحدودی را از خاک می گیرد. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از نیو اطلس، تیم از دانشگاه نورث وسترن راه جدید را برای تولید الکتریسیته نشان دادند. آنها دستگاهی به اندازه یک کتاب را که روی خاک قرار می گیرد و نیروی را که در اثر شکستن خاک توسط میکروب ها ایجاد می شود تا زمانی که کربن در خاک وجود داشته باشد جمع‌آوری می کند معرفی کردند. گفتنی است این پیل سوختی تازه اختراع شده برای تولید انرژی به میکروب های طبیعی موجود در خاک که در همه جا حاضر هستند متکی است. این دستگاه که از خاک نیرو میگیرد جایگزین مناسبی برای باتری های حسگرهای زیرزمینی است که برای کشاورزی دقیق استفاده می شود. و آخرین خبر، به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از مجله ساینس، دانشمندان با تجزیه و تحلیل داده‌های 80 ساله ارتباطی بین تغییرات دما و بارندگی و کاهش میانگین امید به زندگی پیدا کردند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد زنان و افراد در کشورهای در حال توسعه به طور نامتناسبی تحت تأثیر تغییرات آب و هوایی قرار دارند. یافته‌ها نشان می‌دهد افزایش دمای جهانی فقط به میزان 1 درجه سانتیگراد با کاهش میانگین امید به زندگی تقریباً 5 ماه و 1 هفته مرتبط است. علاوه بر این، پیش‌بینی می‌شود که افزایش 10 واحدی در شاخص تغییرات اقلیمی میانگین امید به زندگی را تا 6 ماه کاهش می‌دهد. پژوهشگران امیدوارند که شاخص تغییر اقلیم آنان به ابزاری جهانی برای عموم غیر علمی تبدیل شود و بحث‌های جهانی در مورد تغییرات آب و هوا را استاندارد کند.